خانم خاطره موینی که از خانواده دادخواه هست که من اکثرا شما رو در طی دوران دادگاه حمید نوری در استکهلم ملاقات کردم. روز گذشته از محاکمه منصفانه در دوران گذار گفته شد. میخوام در این رابطه از شما بپرسم، شما خودتون آیا همراه دونستید با صحبتی که اینجا شد؟ من سلام دارم خدمت تمام بینندگان شما و از طرف خودم و به خانواده روحی تسلیت میگم و واقعا خودم رو در غم اونا شریک میدونم. بله، این نشست دو روزه بسیار به نظر من به جا و مؤثر بود در زمانی که الان میهن ما همچنان ملتهبه و به زودی سالگرد عزیزان ماست که در سال گذشته کشته شدن، به خصوص مهسا امینی عزیز، جینا، و به 35 سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 در تابستان 67 هست و ما همچنان داغدار اونا هستیم و دادخواه اونا هستیم. این نشست به نظر من بسیار مؤثر بود. نکته بسیار جالب و مؤثرش برای خود من به عنوان یک دادخواه این بود که دیروز در نشستی که به بخش دادخواهی می پرداخت، آقای پیام اخوان، خانم رها بهرینی، خانم شیرین عبادی و دیگر سخنران ها به این نکته بسیار حساس در واقع توجه ما رو در واقع خواستن که ما به این قضیه توجه کنیم که دادخواهی، یک خانواده های دادخواه بخش اصلی هستند که در زمان عدالت انتقالی میتونن نقش بسیار مؤثری داشته باشن، چون دادخواهان هستند که با ارائه شواهد و دلایل و اون مدارکی که دارن در اون دادگاه ها میتونن به عنوان راوی و شاهد اونجا شهادت بدن. چون خواست ما دادخواهان همیشه این بوده که ما به دنبال انتقام نبوده و نیستیم، به دنبال خونخواهی نیستیم، ما به دنبال اجرای عدالت و مجازات و محاکمه آمرین و عاملین این جنایات 44 ساله هستیم. و این نکته هایی که صحبت کردن که در آن زمانی که عدالت در حال انتقال هست از چه قانون اساسی چه حتی نقش حاکمان و حکومت هست و خشونت در جامعه و جامعه ملتهب‌تر خواهد شد، نقش مؤثر دادخواهان میتونه این باشه که جامعه رو به سمتی ببرن، با آگاهی از مراحل عدالت انتقالی به سمتی ببرن که ما بتونیم به راحتی در دادگاه ها شرکت کنیم، بتونیم تمام اونایی که ممکنه نتونیم همه اون عاملان و عاملین رو مجازات کنیم و در دادگاه داشته باشیم، ولی بتونیم اون بخشی که واقعا عامل این جنایات بودند رو در اون دادگاه ها ما بتونیم شهادت بدیم. و این نیاز مبرم جامعه است، نیاز جامعه است که آگاهی داشته باشه در رابطه با عدالت انتقالی. و مهمترین در واقع وظیفه ما که در این 40 سال گذشته، 44 سال گذشته با رنج و درد پیش اومدیم و نگه داشتیم، یاد و خاطره عزیزانمون هست و بخشی از اون خاوران هست که خاوران به عنوان شناخته شده ترین گورستان جمعی و فردی در واقع زندانیان سیاسی هست که در زندان ها اعدام شدن بدون گور و نشان، در جاهای مختلف مختلف دفن شدن. ما با رنج و درد خانواده های دهه 60 این خاوران رو نگه داشتیم و میخواییم که در واقع از این سند به عنوان سند جنایت استفاده کنیم. هفته دیگه ما در 9 سپتامبر یک نمایشگاهی در استکهلم سوئد داریم به نام آنچه باقی ماند یا به یادآور هست که تمام در شورای انقلابی دادخواهان ما به اون خواهیم پرداخت و نشون میدیم که این عزیزان ما همچنان زنده هستن و خواهند بود. میبینم اتون سوپر. ممنون.